اعتماد خیلی خوبه، اما نه اعتماد به غریبه ها. هیچ کس به همین راحتی به یه غریبه اعتماد نمی کنه. هیچ کس بدون فکر دسته یه غریبه رو نمیگیره بیاره تو خونه و پیش خانواده‌اش، به خصوص وقتی خودش میدونه اون غریبه فرد مشکل داریه. این از اون اشتباه هاست که تبعات زیادی میتونه داشته باشه. ماجرا از زمانی شروع شد که خبر فوت مادر بزرگ 120 ساله بابا که بهش ننجون میگفتن اونو حسابی داغدار کرد. بابا به تنهایی رفت شهرستان تا تو مراسم خاکسپاری ننجون شرکت کنه. اما وقتی به اونجا رسید ننجون هنوز فوت نکرده بود، ولی داشت لحظه های آخر عمرش رو سپری میکرد. و چون ننجون قبل از مرگش میخواسته بابا رو ببینه، اطرافیان برای اینکه بابا رو بکشن به شهرستان این نقشه رو کشیده بودن. بعد از مراسم خاکسپاری بابا به تهران برگشت با یادگاری که ننجون به خانواده اون داده بود. این یادگاری شروع داستان عجیب و پرماجرا شد. این مرده خاله؟ نه خاله، دور از جونش. این مرده؟ نه خاله، خدا نکنه. این مرده؟ نه قربونت برم، این فوت کرده. ننجون بابا بزرگ که میگن ایشونه. مردم نه خاله، فوت کرده یا به رحمت خدا رفته. ننجون که معلوم نیست خاله. چرا خاله دیگه، معلومه، همونی که موهاش حناییه. با این چیه شادی؟ مامان عکس ننجون اصلا معلوم نیست. خب چیکار کنم، عکس دیگه ای که از ننجون نداشتیم، همینو تو آلبوم پیدا کردم. تازه انقدر کوچیک بود، من بزرگش کردم ننجون یه ذره مشخص باشه. واقعا که مامان عکس همه معلومه به جز ننجون. اشکال نداره مامان، دیگه خالت هم یه دونه عکسو پیدا کرده. خیلی مثلا عکس یادگاری گرفتن و نگردم بده یکی که عکاسی بلده ازشون عکس بگیره. چیه این آخه؟ مامان بله، یادت این عکسو کی گرفته؟ مگه میشه یادم نباشه؟ خودم انداختم. البته من 13 سال پیشه. چطور مگه؟ خیلی خوب شده؟ آره خیلی خوب شده. مامان شما که همین داشتم گفتی بد شده. بازیار شهرام کجا؟ چی گفتن دارم میان دیگه، نمیدونم. عمرت دراز است و طالت بلند، فرزندان بسیار در طالت است ای گدا. مرد سو برچی هم گی گدا، اسم ما عزیزه، حداقل بگو عزیز گدا. بسیار خوب عزیز گدا، به هر حال فرزندان بسیاری داری. من؟ مرد حسابی، من و زنم اختیار نکردم، چجوری فرزند دارم؟ خواهی کرد، نه یک بار بلکه 3 بار. وای چه میبینم، زن سوم تو زندگیت را زیر و رو خواهد کرد. جون من؟ خیلی خوب، اونو نمیگیرم، همون دوتا کافیه. با این وصلت صاحب مال و ملکت فراوانی خواهی شد. جون من؟ خیلی خوب، با اون دوتا رو نمیگیرم، همین یه دونه کافیه. این پول داره کیه؟ شماره چی بده؟ نمیشود، او زن سوم تو خواهد شد. خیلی خوب باشه، ببین کیه؟ اینطور که پیداست دختری است از دربار. آخ جون، من میدونستم داماد حاکم میشم. بابا دیدی داماد حاکم میشم؟ دختر کوچکت چه بزرگت؟ بزرگت سنگ کلنگه، خدا کنه کوچیکه باشه. نه، دختر یکی از وزرای او. وای دختر وزیر اعظم است. ای بخشتی شانس، دیدی من چقدر بدبخت بدشانسم، نمیخوام اصلا. عجب روی داری تو گدا، از اینکه داماد وزیر اعظم شوی ناراحتی؟ بله که ناراحتم، ولی چی نباید ناراحت باشم؟ شانس من نگاه کن، دختره حاکم دارم میترسن میگندن، من باید برم دختر وزیر بگیرم. من اصلا زن نمیگیرم، میرم آب بخورم. چه روی داری با اینکه گداست ناراحت دختر وزیر رو میگیره؟ آره بابایی، آدم های پرتوقع اینطوری هن. بابا وازیت خیلی خوبه، خیلی خنده‌دار بازی میکنی. قربون تو پسرم برم من. من مطمئنم این تارتتون میتره کنه، خیلی خنده داره. آره ولی چه فایده، زحمتی شما میکشین پولش میره تو جیبه که 2000 از هنر هیچ چیالیش نیست. کی؟ تهیه کننده خرپولمون. اگه خودم پول داشتم پولو مینداختم تو این کار، بارمونو میبستیم. قصه نخور بابا، عوضش معروف میشی. برای چی قصه بخورم بابایی، وقتی پسر پهلوونی مثل تو دارم؟ بپر یه بغل بابایی.
پسرم از این بعد تو همونجا باش، بابایی میاد میپره بغلت. دایی شهرام ما زیار، بابا بزرگ اومده، بیاید پایین. دایی بابا، من واقعا از صمیم قلب به شما تسلیت میگم، حیف شد. بله بابا، خدا رحمتشون کنه. خدا بیامرزه. زنده باشی. خوشا به سعادتش، 120 سال عمر با عزت کرد، آخرش هم خیلی راحت از دنیا رفت. میگم مسعود چرا پیرمشکی تو نپوشیده؟ من میخواستم بگم شما چرا سیاه پوشیدین؟ مگه تلفنی نگفتم ننجون وصیت کرده نه سیاه بپوشی نه عزاداری بکنی؟ شما گفتین، ولی در همسایه چی میگن؟ وصیت ننجون مهمتره یا حرف در همسایه؟ خب مامان چرا نگفتی همچین وصیتی کرده؟ آخه فک و فامیل و در همسایه میخوام بیان به بابا تسلیت بگن. اون وقت ما لباس چیتان پیتان بپوشیم و خرما دستمون بگیریم، حلوا دستمون بگیریم، جلوشون تعارف کنیم. میشه؟ خب خود خدا بیامرزش همچین وصیتی کرده مگه نه؟ کرده باشه، دلیل نمیشه که. اصلا من فردا وصیت بکنم که وقتی من مردم لباس سیاه نپوشین. شما ها نمیپوشین؟ معلومه که نمیپوشین ماما. دور از جو خدا بپوشین؟ باید بکنن خانم. عزاداری خیلی هم خوبه، به یه نوعی هم حرمت گذاشتنه، اما عمل به وصیت واجبه. با عمل به وصیتش روحش بیشتر شاد میشه تا با عزاداری برخلاف میلش. تو که از خداته، حتما لباس دومادی هم تنت میکنه. دست شما درد نکنه تحمین خانم، بعد این همه سال منو اینجوری دیدی؟ نه حرفا چیه بابا دارین میزنین؟ برای شادی روح ننجون خدا بیامرز، فاطمه از صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مازیار بابا جون، بده برو اون ساکه منو برده بیار. بده بابا. ننجون یه یادگاری براتون فرستاده، قبل از فوتش بهم داد. خدا بیامرز تا آخرین لحظه همش سراغتون رو میگیره. آخه وقتش نبود. اینم یادگاری ننجون برای خانواده فرهیخته جوانبخت. برای شادی روح ننجون بزرگ، فاطمه از صلوات. اللهم صل علی محمد آل محمد. خیلی قدیمیه، مال عهد صفویه است، عتیقه است. ای جانم، این کمه کم یک کیلو طلاست. من اینو تو گنجه ننجون دیده بودم، ولی خب راستش فکر میکردم که بده به حاج رضا و دختراش. آره، فکر کنم به خاطر آلزایمرش منو با حاج رضا اشتباه گرفت. راست میگی؟ بقیه هم فهمیدن؟ مسعود نکنه بعدن آب رو ریزی بشه؟ تو چقدر ساده ای، شوخی میکنم بابا، برای اینکه خیالت راحت باشه اسمم هم حتی گفت، یعنی مقصود. آخه دبلک همیشه به جام گفت مقصود. آره، به من سفارش کرده که به هر کدومتون یه سکه بدم. این مال تحمین خانم، مال من، این مال شیوای عزیز، این شادی، شهرام، مازیار، فرزاد، نیما، سارا خوشگله. بابا یکی اضافه است. مال سپیدست دیگه، ننجون خدا بیامرز که نمیدونست من و سپیدست هم جدا شدیم. میبینی مازیار، ننجون من به فکر مادرت هم بوده. خبر طلاق تو که به همه رسیده، اینو ننجون خدا بیامرز واسه ازدواج من گذاشته کنار. یکی پیداش تو رو بگیره، من کلیامم میدم. خودی اینقدر زود نقشه کشی نکنی، من بهتون سکه نمیدم، اینا رو همین گردن بند ارزش داره. میتونیم با این یه سرمایه گذاری خانوادگی بکنیم، البته اگه موافق باشی. مثلا چی کار کنیم؟ مثلا یه زمین تو شمال بخریم، یه ویلام توش بسازیم، هم سرمایه گذاریه، هم میتونیم تعطیلات دوره هم جمع شیم. آره. آره. ساکت ساکت ساکت، ما اینجا کم دوره هم جمع میشیم. نه منظورم اینه که شاید بتونیم یه کار بهتری بکنیم. خب این الان به ذهن من رسید، اگه کسی فکر بهتری داره میتونه بگه. من در صورت زمینش هم پیدا کردم، با صاحبش صحبت کردم، گفته زیر قیمت حاضره. چقدرم معلومه که الان به ذهنت رسیده.
با صاحبش که حرف زدی، حتما برای زمینش هم نقشه کشیدی. بابا یه ذره دیگه به ذهنت فشار بیاری، ویلا رو ساختی تحویل دادی. راستی اصلا ویلا رو آماده می‌خری؟ میگم حالا این گردنبنده انقدر می‌ارزه بتونیم این کارا رو باش بکنیم؟ اون کارا که می‌کنیم هیچ، نصفش هم می‌تونیم بذاریم تو بانک. اینم فعلا میره تو گاو صندوق. خیلی ممنون. زود بگو چی کار داری منو خرکش کردی آوردی؟ نمیشینی؟ هر جور راحتی، فقط به من قول بدی تا وقتی حرفم تموم نشده عصبانی نشی. خب پس خودت هم میدونی یه چیزی میخوای بگی که منو عصبانی میکنه. نه 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 نه، فقط اگه حرف من یه خود برای شما ناخوشایند بود، شما خودتونو کنترل کنید تا حرف من تموم شه. خیلی خوب، خودمو کنترل میکنم. بگو. خیالم راحت باشه. آره حرفتو بزن. واقعا خیالم راحت باشه. آره بابا بگو چی میخوای بگی. شما قول میدین که عصبانی نشی؟ بابا حرفتو بزن دیگه. بابا من هیچی نگفتم، شما داغ کردی. غلط کردم، غلط کردم بابا، غلط کردم. بفرمایید، بفرمایید، بشین میگم. من دارم یه تئاتر کار میکنم، از این کمدیای تاریخی که من مطمئنم گیشش خیلی عالیه. هر چقدر پول بذاری بعد دو ماه سه ماه چند برابرشو برداشت میکنی. تهیه کننده کار به من پیشنهاد شراکت داده. من اگه 40-50 تومن بذارم بعد دو سه ماه 200 میلیون تومن برداشت میکنم. خوب نیست؟ نه خوب نیست. آدم 40-50 میلیون تومن بذاره بعد دو سه ماه 200 میلیون تومن کاسب شه، خوب نیست؟ به شرط اینکه این آدم 50 میلیون نقد از خودش داشته باشه، نه اینکه با سرمایه خانوادگی این کارو بکنه. این آدم 50 میلیون داره؟ تا دیروز نداشت این آدم، ولی از امروز داره. ننجونش بهش داده. این آدم اگه این گردنبند نبود میخواست چی کار کنه؟ حالا که هست، 3 تا سکه‌ش هم مال این آدمه. این آدم اشتباه میکنه، فقط 2 تا سکه‌ش مال اون. حالا 2 تا سکه، اختیار اون 2 تا سکه‌ای که داره؟ نه، این آدم باید بفهمه که اون گردنبند همون جوری که هست ارزشش خیلی بیشتره تا اینکه سکه هاشو تک تک بفروشن. خیلی خوب، اون گردنبند رو همون جوری که هست بفروشن، سهم این آدم رو بدن که این فرصت طلایی رو از دست نده. این منطقی نیست؟ این حقیر که پدر این آدمه هیچ اعتمادی به منطق این آدم نداره. چرا؟ چون این آدم ثابت کرده که عرضه سرمایه گذاری و پول در آوردن نداره. در ضمن یکی از اون سکه ها مال اون آدمه، یکی دیگه‌اش مال پسرشه. این آدم پدرشه و تا وقتی که اون بچه عقلش برسه و 2-4 تا کنه، این به جاش تصمیم میگیره. حتی اگه اون بچه نخواد؟ حتی اگه اون بچه نخواد، اون که عقلش نمیرسه. پس این آدم قبول داره که اگه پدری مطمئن باشه که بچهش عقلش نمیرسه، میتونه به جای اون تصمیم بگیره. 100%. خدا پدر مادر این آدمو بیامرزه. منم برم همین کارو میکنم دیگه. یعنی این آدم بعد از 4 دهه زندگی نمیفهمه چی براش خوبه چی براش بده؟ من که پدر این آدمم اینطور فکر میکنم. بابا آدم گفتی ما رو کوچیک داری میکنی دیگه، اینقدر به ما بهانه میدی؟ خیلی بی معرفت و نمک نشناسی. من یه ساعته دارم بهت میگم آدم، اون وقت میگه کوچیکت میکنم و بها بهت نمیدم. شوخی کردم پسرم، به دل نگیر. به من اعتماد کن. کاری که من میخوام بکنم سودش خیلی بیشتره. ببین اصلا به کل فکر کن گردن من وجود نداره. بچه پاشیم بریم تو اتاق بازی کنیم، ما میخواییم حرف بزنیم. نه شیوا جان، بذار باشن. اینا هم حق دارن نظر بدن. آخه در مورد چی نظر بدن این طفل معصومو؟ اینا هم سهم دارن فرزاد جان. سن و سال مهم نیست، دموکراسی مهمه. در مورد چی باید نظر بدیم؟ هیچی همه جون، در مورد همین ویلا که با بزرگ میخواد. پاکه باشین، باشین بریم تو اتاق بازی کنیم ببینم. ما میخواییم حرف بزنیم. بچه ها خواهش میکنم بلنشین. بلنشین. بفرمید بچه های من. باریکلا. آفرین عمو. دخترم. بودو بابا. بودو پسر گلم. باریکلا. شما نظر بدین جای اینا. شما با حرف بابا موافقین یا نه؟ من که موافق نیستم.
منم موافق نیستم. من فکر میکنم که اصلا ما با این پول میتونیم خیلی کارهای دیگه بکنیم. مثلا میتونیم یه آپارتمان خیلی کوچیک بخریم. باریکلا تو تا کی میخوای داماد سرخونه باشی؟ من داماد سرخونم؟ عجبا، ما داریم مثلا اجاره میدیم. خیلی خب، حالا اجاره میدیم. اگه خونه بخرین دیگه نیازی نیست اجاره بدین. ویلا تو شمال به چه درد یک مستاجر میخوره؟ شما سهمتون از همه بیشتره. نظرتون خیلی مهمه. شادی نظرتو چیه؟ من نمیدونم چی بگم. نمیخوام بابا رو ناراحت کنم. مگه خود بابا نمیگه عمل به وصیت متوفا خیلی واجبه؟ مگه ننجون نگفته که هر کدوم از سکه ها رو به یکی از ماها باید بدن؟ ها؟ خب ما میخوام به وصیت عمل کنیم. بله بله، اصلا میتونیم با انگوش گذاشتن رو همین مسئله متقاعدش کنیم که این کار رو انجام بده. درسته، باریکلا. شادی تو ببین، با پولت میتونی یه ماشین بخری، میتونی برای خودت جهیزیه جمع جور کنی. خب من خیلی دوست دارم یه ماشین بخرم، کاش میشد. میشه، ما که چیز زیادی نمیخوایم، نمیخوایم بابا رو ناراحت کنیم، ما فقط میخوایم حقمون رو بگیریم. بله بله، اینه اینه. بله همینه همینه. آره آره، همین جوری امشب میریم مرد و مردونه با بابا حرف میزنیم، سنگامونو باش وا میکنیم. بله وا میکنیم، با انگوش گذاشتن و همین دستیادامه. تو دکتری مملکتی نباید یه خونه داشته باشی؟ بله. داماد سرخونه باید باشی؟ من هم میگم 50-50 بهتره. شما هر چقدر خرج کردی این فاکتور کن، من نصفشو میدم. تا الان چقدر شما خرج کردی؟ 80 تومن. خیلی خوب، نصفش میشه 40 تومن. من میدم فدا. علیکی سلام. 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 سلام بابا. سلام. 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 خوب شد به موقع اومدید. بیان، این نقشه ویلای دوبلکس یکی از رفقامه، ازش گرفتم. اگر خوشتون اومد میتونیم از همین استفاده کنیم. بابا ما اومدیم اینجا برای شما یک موضوع مهم. حالا این نقشه رو بیاین نگاه کنین، نظرتون رو بدین، بعد به موضوع مهم شما میرسیم. بیاین دیگه، یالا بیاین. شهرام بیا. زیربناش 250. مگه نگفتم چند روز صبر کن خودم باهاش حرف میزنم؟ اختشاش را انداختی؟ چرا مسئله رو سیاسی میکنی؟ ما حقمونو میخوایم. با قشون کشی و تظاهرات ببینم میتونی قضیه رو سیاسی کنی. مادر من، کدوم قشون کشی و تظاهرات؟ برای چی به بابات اعتماد نمیکنی؟ اون به من اعتماد نمیکنه، همش میگه من عرضه هیچ کاری رو ندارم. ببین، هیچ کس بهتر از پدر مادر بچه‌شو نمیشناسه. پس شما یعنی موافقی که من عرضه هیچ کاری رو ندارم؟ من که همچه حرفی زدم. بعدشم تو هم به دل نگیر، پدرت یه چیزی گفته. خود منم با نقشش خیلی موافق نیستم. منتها منتظرم یه چند روز بگذره، یه وقت مناسب گیر بیاد باش حرف بزنم. من وقت ندارم مادر من، شانس در خونه منو زده، من باید آیفون رو جواب بدم. بابا خیلی خوشگلی، به نظرم یه باغچه هم اینجاش بزنه. بابا سونا جکوزی هم میشه بسازیم؟ آقا آقای جوان بخت، این کاشی و سرامیکشم با من یه مریضی دارم تو همین کاره. شهرام بیا ببین چه خوب شده، بابا میخواد یه بهار خواب درست کنه، تو میتونی توش تمرین کنی. عالیه عالیه، واقعا این نقشه عالیه. شهرام بیا ببین نظرتو چیه. بیا، شما داماد سر ویلام هستی نه؟ شهرام از اون بعد خودش به تنهایی به تلاشش ادامه داد، اما هیچ کدوم نتیجه نداد. بیشترین چیزی که شهرامو آزار میداد بی‌اعتمادی بابا بود. میخواست هر طور شده تو اون تئاتر سرمایه گذاری کنه و به بابا ثابت کنه که اونقدرها هم بی‌ارزه نیست. مهمترین موضوع زندگی شده بود خودش و بابا، و البته گاف صندوق بابا که گردنبند توش بود. دزدی چیه مرد حسابی؟ من یه چیز با ارزش تو گاف صندوق دارم. گاف صندوقم که فقط مال بابام نیست، خانوادگیه. آره، ولی تو اینجوری بهش نگو، بگو کلید گاف صندوقشو گم کرده. ببین سروش، تو این یارو رو چقدر میشناسی؟ دزد قابل اعتمادیه؟ نه نه، چیز منظورم اینه که کارشو بلده. من فقط یه چیزی میترسم، میترسم یارو شر بشه، یه روز که ما نیستیم خونه رو نشون کنه بیاد دزدی. چجوری کار کنم نفهمه؟ داره میاد اینجا دیگه، اینجا رو بلد میشه.
آها آها ایول اینجوری خوبه. امشب ساعت 8 و 12 شب خونه ما هیچکی نیست. ما بین ساعت 9 و 10 باید کارو تموم کنیم. آره. اصلا مشخصات منو بهش نده. زنگ میزنم. شهرام بعد قضیه گذاشتم توی یخچال. شهرام کشتار میومدی یا؟ بازبینی دارم. بشینم مکتب خودم بهتره. برید بهتون خوش بگذره. قربانت. خداحافظ. تو هم مراقب خودت باش. اما اینا رو اذیت نکنی ها. خدا حافظ. الو. سلام. شما کجا هستین الان؟ آها همونجا هستین، من تا یه روب دیگه میام پیشتون. ها؟ یه چهار خونه تنم. خداحافظ. خدایا خودت میدونی من از این غلط ها نمی کنم، ولی خودت این راه گذاشتی پیش پام. الهی به امید تو. بیا بیا الهی نکت بردار. ببخشید و به نفع جفتمونه که تو یاد نگیری خودم. بخواهی ساعت 10 بعد کار تموم. یه شب بیشتر کار ندارم خواهرم. الو جانم سر کار. چه فرقی میکنه تو سمت خیابون ناهیدم؟ حالا وسطاش میام دیگه. حالا تا یه ساعت دیگه میام. الو قطع کرد. ببخشید از کجا فهمیدین کجاییم؟ جی پی اس شهرام جون. جی پی اس. بریم بریم شهرام جون تا دیر نشده. شهرام اسم مستعارم و... آره آره سروش گفت. آره. اسم شما چیه؟ اسم من هوتن احمدی هستم. این وارده. اسم مستعار دیگه. بله اسم واقعی من توفیق روزافزونه. این بیشتر شبیه اسم مستعاره. بله. شما کار چیه؟ من نماینده ویژه یونسکو تو آسیا و اقیانوسیا تا یه حدی از دریای کارائیبم. شبا برا فانش هیجان میرم دزدی. آره دزدم دیگه. در رو واکن. حالا که سروش دهنلق همه چی رو بهت گفته بذار من بهت بگم. من برای میخوام گاف صندوق بابامو باز کنم، چون توش یه چیزی دارم مال منه، میخوام بردارم. گاف صندوق بابات؟ سروش نگفته بود بهت؟ نه نامرد، گفت کلید گاف صندوق خودتو گم کردی، منم باید باز کنم. البته بهتر شد اینطوری، هیجانش بیشتره. من کار با آدرنالین دوست دارم. چه خانواده واصفایی این تویی. آره اونم پسرم مازیار. ببین واحد تو بالا بود. آره بالا اونور. اونور. آره این واحد بغلم که مال همشیره. آره مال خواهرمه. و داماد سرخونه اونم اونه. اون معلومه. ببین من نفهمیدم تکلیف این واحد چهارم. من نفهمیدم این واحد چهارم. به دل نگیر سروش نمیدونسته، وگرنه حتما بهت میگفته. اون مال خواهر کوچیکمه، بابام گفته بعد از ازدواج سندشو میزنه به نامش. بعد ازدواج؟ آره. یب خواهر کوچیکه. آره میخوای بریم گاو صندوق رو باز کنیم؟ حالا تا اینجا که اومدیم بریم دیگه. بیا دیگه بیا بریم. اینه. اه این که از این قدیمی هاست. زود باز میشه این. ای بابا باش آدرنالی نداره که دیگه. اینا چیه؟ مال فشارخون و قند و اینا هانی؟ ببینم اگه یه پلیس کیفتو بگرده ببینه یه عالم آچار پیش گوشی تو کیفته، بعد یه گوشی پزشکی هم تو کیفته، چی فکر میکنه؟ فکر میکنه که دزدی گاف صندوق باز میکنی. آفر. حالا اگه کیفتو بگرده ببینه یه عالمه وسایل پزشکی هست، یکی دوتا آچار پیش گوشی هست، چی فکر میکنه؟ اون موقع فکر میکنه که دکتری علاقمند به مسائل فنی. آفر. اگه یه ذره یه دندونم شک بکنه تو این کارتو بهش میدی میره واسه خودش. ای دکتر کارتی تویی؟
از این گوشی ها نمیزنی؟ این خیلی قدیمیه، گوشی موشی نمیخواد بابا جان. شما نباید توشو ببینی، خدمت شما. بفرمایید اونور. رو تو بکن به دیوار. بگو از تو آینه داری نگاه میکنی دیگه نامرد. توقعی داری یا؟ عزیزم من دزدم. دزد. بفهم با کی طرفی. حالا اگه آینم نبود من خودم همیشه همرام یه دون آینه دارم. عتیقه است؟ آره عتیقه است. جان من این مال خودت یا اومدی بکنی؟ نه بابا مال خودمه. یعنی سه تاش مال منه. نه در از دوتاش، این دوتا هم مال خود خودم، باز همین یکیش. چرا اینجوری داری نگاه میکنی؟ منم میخوام. چی میخوای؟ سهم میخوام از اون سکایی که دستت. منم سهم میخوام. تو نکنه واقعا فکر کردی اومدی دزدی؟ نه من احساس کردم شما تب دارین، منم پزشک شخصی شما، اومدم منظر شما رو ویزیت کنم. یه کارت بهت دادم، باورت شده من دکترم؟ آره ما توافق کردیم که شما یه پولی بگیری بیای این کار رو انجام بدی و بری. البته بعد از اینکه من سهممو از این گردنبند برداشتم، اینو گذاشتم تو گاو صندوق، شما درشو بسی تشریف میبری. افتاد؟ سکه ای نیست بیفته، از این مدل جدید هست. باید رمزشو وارد کنی، کارت بکشی تا بیفته. ببین من اصلا فیزیکی اومد. نگران نباش، همه چی تحت کنترله. اصلا نمیخواد تو نگران بشی. مردک بی ادب، صد بار بهت گفتم منو به زور اینجور جا نبر. بفرما خوب شد سنگ. سلام عرض شد. علیکم سلام. شما چرا انقدر زود اومدین؟ طبق معمول بابات با شوهر خالت دعوا شد. خیره؟ این برا؟ این دوستمه. هوتن هستم، دکتر هوتن احمدی هست. شما با هم دوستی؟ بله، دوست قدیمی. چطور ما تا حالا زیارتشون نکردی؟ این نبود، یه 20 سالیه اون برا آبه. من نروژ زندگی میکنم، اسلو. یه شهر سرد با قلبای یخی. دلم برای ایران تنگ شده بود، اومدم یاد شهرام دوست عزیزم با قلب مهربونش رو کردم و اومدم ببینمش که عکسای شما رو داشتیم میدیدیم که شما رسیدیم. خیلی خیلی خوش آمدین آقای دکتر. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید شیوا جان، ما شما هم بیاین که شام دور هم باشین. شما هم شام نخوردین؟ نه مادر جان، ولی یه چیزایی تو یخچال هست، حالا گرم میکنم دور هم دیگه میخوریم. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. فعلا با اجازه. ایشون هم دامادمون هستن، پزشکن. خیلی خوشبختم. و همچنین خواهش میکنم میام خدمتتون. خدمت از با اجازهتون من دیگه رفع زحمت کنم، مزاحم شما. تعارف نکن پسرم، بیا شام تو بخور، بعد هر جا خاصی میتونی بری. بفرمایید. خواهش میکنم. شام بفرمایید. آدم دسته یه غریبه رو نمیگیره بیاره خونش. بابا غریبه نیست، رفیقمه. به قول خودت 20 سال ندیدیش. تو 20 سال آدم ها اینقدر میتونن عوض بشن که برای نن و باباشون هم غریبه باشن، چه برسه به دوست. برو به مهمونت برس. چاش. این پسره به نظر تو مشکوک نمیزنه؟ دوباره شروع نکن. چیش مشکوک میزنه؟ ما همه دوستای شهرامو میشناسیم، چرا این یکی رو تا الان ندیدیمش؟ بنده خدا که خودش داره میگه 20 سال ایران نبوده. شاید دروغ میگه. شهرام رفیق دکترش کجا بود؟
اصلا اینا اینجا چه غلطی میکردن؟ هیچی، اومدن دزدی. مسعود یه وقتایی یادت میره که شهرام پسرته. بابا اینقدر این بچه رو نچزون، برای چی بهش اعتماد نداری؟ یه هم که بهش میگفتی دوست درست حسابی نداره، الان هم که یکی اومده درست حسابی پارو بازی در میاری. این پسره مشکوک میزنه، ببین کی گفتم. باش، یادم میمونه. ولی تو هم جان من، یه امشب و کاری نکن جلو دوستش خجالت بکشه. کیسه رو بده من ببرم بالا. آروم باش، آروم آروم. الان من این کیسه رو بدم دستت، یکی از راه برسه کیسه دست تو باشه، میخوای چیکار کنی؟ سلام. 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 ایشون خواهر کوچیک من شادی هستن. ایشون هم دکتر هوتن احمدی، دوست قدیمی ما. خیلی خوشبختم. خیلی خوشبخت. تو چرا انقدر دیر اومدی بالا؟ چی رفتم سوپرمارکت خرید کنم. خیلی خوش اومدین. فعلاً با اجازه. خواهش می‌کنم بفرمایید. عذر می‌خوام. ایشون همون خواهرتونن که تو عکس ازدواج نکردن؟ آره همون. واحده اونوریه. نه نه نه، واحده اینور. رو به روی من. اینور درست. بالای همین درست. دیگه. درست. ناراحتی از چیزی؟ میخوای من برم اصلا؟ بشین. میشینم. مزخرفات چی بود سر میز شام گفتی؟ تو اسلو شرکت بازرگانی داری؟ فرزادو میخوای برای نروژ براش مطب بزنی؟ 150 تا کارمند داری؟ لابد منم میخوای ببری دیگه؟ قلبم اومد تو دهنم صد بار، بده من کیفو. ببین، پولتو میگیری، از اینجا میری، 100 تومنم گذاشتم روش، هری. من نمیرم، شرم جان. چرا؟ من دلم مونده اینجا. پول بیشتری میخوای؟ عزیزم شهرام، تو چرا همه چی رو مادی میبینی؟ من واقعا نمیفهمم. من میخوام عضو خانواده شما بشم. اون عکس خانواده گرم صمیمی. منظورتو نمیفهمم. یعنی چی؟ مثلا میخوای بابام به فرزند خوندگی قبولت کنه؟ شهرام تو چرا احمقانه سخت‌ترین راه همیشه انتخاب میکنی؟ پس چی؟ بابا شادی خانم، من، خب ازدواج، دامادتون، با اون دامادتون با جناب، واحده بغل، همسایه، دایی میشی. بعضی اتفاقها تا کجاها که نمیتونن پیش برن. بعضی وقتا وقتی برای نجات از مخمصهی به دروغ متوسل میشیم، تو مخمصه بزرگتر میافتیم. بدترین چیز اینه که بین آب و آتیش گیر کنی. یه طرف غرق میشی و طرف دیگه میسوزی. بعد ببینیم این دوستمون کدومو انتخاب میکنه.